چگونه گاز معده رو برطرف کنیم سلام ببینندگان عزیز کانال خانه سلامت خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید آیا به نظر شما اینکه حدود 13 تا 21 بار در روز گاز از معدهتون خارج بشه امر طبیعیه شوخی های زیادی در مورد بیرون دادن باد معده، نفخ و گاز معده وجود داره. اما وقتی شما دائما حس می کنید که معدتون متورم شده و از بیرون دادن باد معده در عذابید، این امر دیگه خندهدار نیست. احساس اینکه معدتون پر از گازه و نف کرده فقط ناراحت کننده نیست، بلکه گاهی شرم آور نیز هست. اگر در محیط کاری کار می کنید یا بیشتر اوقات در میان جمع هستید، بیرون دادن باد میده میتونه زندگی روزمره شما رو ناخوشایند کنه. که اغلب بعد از غذا احساس میکنید که معدتون متورم شده و باد کرده این امر میتونه ناشی از وجود گاز در معدتون باشه این امر معمولا ناشی از تولید بیش از حد گازیه که بیشتر وقتها به وسیله رژیم غذایی شما یا دستگاه گوارش ضعیفتون ایجاد میشه نف میتونه بسیار دردناک باشه و حتی وقتی غذای زیادی نخورده اید باعث میشه حس کنید غذای زیادی رو خورده باشید متدابل ترین راه ورود گاز به دستگاه گوارش شما از طریق بلع هواست همه ما وقتی غذا می خوریم یا چیزی می نوشیم هوا رو هم به همراه اونها می بلیم اما وقتی آدامس می جویم های گازدار می خوریم یا خیلی سریع غذا میخوریم مقدار بیشتری هوا وارد معدمو می, می کنیم اگه این گاز از طریق دیگه خارج نشه به روده شما منتقل میشه. علت جدی دیگه که باعث گاز مده میشه باکتری ها و مخمر های موجود در روده بزرگ شما روده بزرگ شما جاییه که کربوهیدرات هایی مانند قند، نشاسته و فیبر تجزیه میشه. این مکان همون مکانیه که میکروارگانیسم هایی مانند باکتری و مخمر چه خوب و چه بد در اون زندگی میکنه. باکتری های خوب در طی فرایندی به نام تخمیر به تجزیه اون دسته از ترکیبات کربوهیدراتی کم مصرفی که به درد بدنمون نمیخورن میپردازن با این حال برخی از انواع باکتری ها ممکنه باعث گاز اضافی و نفخ بشه هنگامی که باکتری های اضافی در روده وجود داشته باشه گاز تولید شده میتونه افزایش پیدا کنه و منجر به رشد باکتری های موجود در روده کوچیک بشه این باکتری ها غذایی مثل قند و کربوهیدرات رو به موادی تبدیل می کنند که مقدار زیادشون برای سلیل های روده تحریک کننده یا سمی هستند. ناسازگاری های رودوی نیز میتونه در اثر رشد زیاد مخمر کاندیدا در روده ایجاد بشه. اگرچه وجود مقدار کمی از مخمر کاندیدا طبیعیه، اما تولید اون به سرعت میتونه از کنترل خارج بشه و از اینکه باکتری های سالم شما به درستی کار خودشون رو انجام بدن، جلوگیری کنه. اگه به طور مرتب از گاز موجود در معدتون رنج میبرید، مهمه که یک سری مسائل رو بررسی کنید. مثلا اینکه چه چیزی میخورید؟ با وجود این دلایل دلایل دیگری مثل عفونت دستگاه گوارشی ناسازگاری های رودوی و حتی تاثیرات روانی مثل استرس میتونه بر این امر موثر باشه در موارد دیگه ممکنه دلیل وجود گاز معده مسائلی مثل نداشتن تحرک کافی باشه که باعث بشه گاز نتونه به خوبی در بدن حرکت کنه و خارج بشه این امر میتونه در هنگام مسافرت در مسافت‌های طولانی نشستن طولانی مدت در دفتر کارتون اتفاق بیفته برای این منظور بهتره که رژیم خودتون رو تغییر بدید. این جمله ممکنه کاملا واضح به نظر برسه. در واقع اجتناب از غذاهایی که باعث ایجاد گاز در معده میشه، میتونه ساده ترین راه برای حل این مشکل باشه. متاسفانه بسیاری از افراد از ارتباط خاصی که بین غذاها و عوارضی که میتونه ایجاد کنه قافلند. مهمترین مقصر ایجاد کننده ای گاز معده سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، جوانه بروکسل، کلم و پیازه. میوههایی مثل سیب و گلابی هم مانند حبوبات باعث ایجاد گاز معده میشه. همچنین غذاهای کاملی مثل سبوس و بیشتر لبنیات به ویژه شیر و خامه که تجزیه اونها در رود دشواره میتونه باعث ایجاد گاز بیشتری در معدتون بشه توجه کنید و ببینید چه غذایی باعث ایجاد گاز در معدتون میشه و سعی کنید میزان مصرفش رو کاهش بدید این راه راحت ترین راه و ساده ترین راه برای کاهش نفخ و کاهش گاز در معده است قدم بعدی اینه که غذای خودتون رو به درستی بجویید. وقت گذاشتن برای خوردن غذا و نوشیدن آرام مایات به شما کمک میکنه تا میزان هوای بلعیده شده رو کاهش بدید. یک راه آسان برای انجام این کار قرار دادن چنگال در درون لقمتونه. حتی بعضی از افراد دوست دارند تعداد دفعات جویدن هر لغمه را بشمارند. توصیه میشه که هر لغمه رو حدود 33 بار بجوید تا کاملا خورد بشه و بافتش رو از دست بده. اگه این مسئله براتون آزار دهنده است قبل از بلعیدن به سادگی سعی کنید روی جویدن غذاتون تمرکز کنید برای هر وعده غذایی که میتونید بخورید وقت بذارید و سعی نکنید تونتون غذا بخورید و از همه مهمتر هنگام غذا خوردن دهان خودتون رو باز نکنید قدم بعدی اینه که مکمل های حزم طبیعی غذا رو امتحان کنید در حال حاضر انواع مختلفی از کمک هزم کننده های طبیعی در قالب مکمل های بدون نسخه موجوده که میتونید از اونها استفاده کنید. این مکمل ها حاوی آنزیم های گوارشی خاصی هستند که با آنزیم های بدن شما ترکیب میشن و به سریعتر و کارآمد شدن هضم غذا کمک میکنند. انواع خاصی از مکمل ها موجودن که حاوی آنزیم های خاصی هن که برای تجزیه کربوهیدرات های پیچیده مثل لوبیا و سایر غذاهای تولید کننده گاز مفیدن. بنابراین در مورد تجویز یک مکمل با کیفیت که حاوی ترکیب مناسبی از آنزیم های مختلف و متناسب با رژیم غذاییتونه با یک متخصص یا پزشک صحبت کنید. قدم بعدی اینه که از زغال فعال استفاده کنید. زغال فعال یک داروی طبیعی و بیخطر برای معالجه گاز اضافی و نفخ معده است. این نوع زغال های فعال بگونه ای ساخته شدند که برای مصرف انسانی مناسبند. وقتی زغال فعال رو می بلید این گونه زغال ها با کشیدن سومو و مایات به درون خودشون فعال می تا بتونن اونها رو از بدن شما خارج کنند. این امر به کاهش گاز و نفخ معده کمک میکنه و همچنین تحرک روده شما رو افزایش میده حتما زغال فعال رو با آب فراوان مصرف کنید و فقط تحت نظارت پزشک متخصص بهداشت از اونها استفاده کنید قدم بعدی اینه که از پروبیوتیک ها استفاده کنید مکمل های پروبیوتیک موادی موثر برای تأمین باکتری های خوب بدن هستند که به روده شما نیاز دارند تا بتونند به طور موثر مواد مغذی رو تجزیه کنند. اگر از کاندیدا یا سیب و رنج میبرید، پروبیوتیک میتونه به تعادل باکتری های موجود در روده شما کمک کنه. در حقیقت مطالعات بالینی نشون داده که مکمل پروبیوتیک خاص میتونن به کاهش علائم ناسازگاری های روده و دستگاه گوارش مثل گاز اضافی و نفخ کمک کنن. با این حال این امر اغلب میتونه به نوعی سویه های پروبیوتیکی موجود در مکمل بستگی داشته باشه. به دنبال یک مکمل پروبیوتیک با کیفیت بالا بشید که حاوی چندین گونه باکتری و تعداد زیادی CFU باشه. علاوه بر این ممکنه بهترین انتخاب شما برای یک پروبیوتیک، آری از لبنیات باشه زیرا ممکنه برخی از افراد نسبت به سویه های لبنی شده باکتری ها حساسیت نشون بدن هنگام خرید یک پروبیوتیک حتما پروبیوتیکی رو انتخاب کنید که در کپسول های دیر تجزیه شونده بندی شده باشه تا باکتری های ناشی از اونها از اسید معده شما در امان بمونه اکثر پروبیوتیک ها در کپسیل های گیاهی بسته بندی میشن که به سرعت در معده شما از بین میرن و لذا تاثیر چندان مثبتی بر روی بدن ندارن همچنین شایان ذکر که ممکنه در طی چندین روز اول مصرف پروبیوتیک سطح بالاتری از گاز رو تجربه کنید این امر میتونه به دلیل وارد شدن باکتری های جدید به روده شما باشه اما این کار با ادامه مصرف اونها کاهش پیدا میکنه مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی روز روزگارتون خوش